السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالحق بشيرا و نذيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. بحث ما در خطبه اول پیرامون اسباب رسیدن به عزت در جامعه اسلامی است. یکی از ویژگی هایی که باعث رسیدن به عزت می شود هم برای فرد و هم برای جامعه، داشتن صبر و استقامت است. صبر گاهی استفاده می شود و معنای درستی از اون برداشت می شود، گاهی یک معنای انحرافی از او برداشت می کنند یا به گونه غیر درست صبر را معنا و تحلیل می کنند. اگر ما صبر را به این معنا بگیریم که هر چه به ما رسید، هر مشکلی و مصیبتی که از جانب هر کس، از جانب دوستان یا دشمنان، مخالفین، کسانی که با امنیت ما سر سازش ندارند، کسانی که راحتی ما را نمیخواهند و علیه ما توطئه میکنند، هر مصیبتی با ما وارد کردند، ما سر خود را پایین بیاندازیم، راه خود را برویم و به کار اونها کار نداشته باشیم، بگیم صبر میکنیم، این معنی غلط است از صبر. گاهی اینجور معنا را ممکن است بعضی ها استفاده بکنند. معنی درست صبر این است که ما در برابر مشکلات و سختی‌ها باید مقاوم باشیم، صبور باشیم، استقامت داشته باشیم. اونجایی که چاره‌ای نداریم و کار از دست ما نمی‌آید، مثل مصیبت‌ها و بلاهای طبیعی، دردها و رنج‌ها و غم و اندوه‌ها و چیزهای از این قبیل، یا از دست دادن مال، از دست دادن عزیزان، با اون چه که خدا مقدر کرده رضایت بدیم و صبر کنیم، که همینجا هم معنی استقامت در او وجود داره. اما اینجا بیشتر اون جنبه صبور بودن مطرح است. صابر باشیم و شکیبا باشیم. اما در مواردی که دشمن دولت دیگری، مجموعه از مخالفینی که امنیت ما را و آسایش ما را نمیخواهند، به ما ضربه میزنند و زندگی مردم ما را به خطر میاندازند، اینجا دیگه صبر به معنای استقامت است، صبر به معنای مقاومت است. فقط خیشتنداری اینجا معنا نمیدهد که یعنی هر کسی خواست ما را بکشد، هر کسی عزیزان ما را هدف قرار داد، هر کسی یا هر مجموعه یا هر کشوری که امنیت ما را به خطر انداخت، ما بشینیم و تماشا کنیم بگیم همینجور مقدر شده،
صبر ما به خدا نه اینجور نیست. اینجا باید استقامت داشته باشیم، مقاومت بکنیم. اگر استقامت در برابر مشکلات و نابسامانی ها داشته باشیم، در نهایت به پیروزی میرسیم. حدیث است گفتند الصبر مفتاح الفرج، پایداری و استقامت است که انسان را به پیروزی میرساند. کلید پیروزی ها استقامت است. در برابر مشکلات انسان باید استوار بایستد. پایداری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردد. بر سرش هرچی بیشتر کوبند پایداریش بیشتر گردد. مثل میخی که شما به دیوار میزنیم، هرچی بیشتر میکوبیم که پایین در بره مقاومتش بیشتر میشه. انسان مسلمان هم هرچی که مشکلات بر سر او بیشتر فشار بیاوره، ضربات بیشتری در زندگی خود بخوره، باید استوارتر و مقاومتر باشه. این استواری و مقاومت برای انسان عزت میدهد، برای او حیثیت میدهد، موقعیت میدهد، جوهر وجودی او را به نمایش میگذاره، مردم را، دیگران را، همکاران را، حتی مخالفین را به توانمندی او در مقابل با مشکلات مؤمن میسازه. از این است که صبر و استقامت مایه عزت میشود. همون گونه که برای یک فرد صبر و استقامت مایه عزت میشه، برای یک کشور هم همینطوره، برای یک ملت هم همینجوره، برای یک حکومت هم همینطور است. شما میبینید مردمی که مقاومت کردن، ملت هایی که در برابر استبداد، در برابر نابسامانی ها و ظلم و اجحاف دیگران و متجاوزین ایستاده شدن، نمونهش مردم مسلمان افغانستان در برابر انگلیس ها، در برابر روس ها، در برابر دیگر متجاوزین در تاریخ خود ایستاده شدند. اینها در بر تارک تاریخ می درخشند. اینها به عنوان یک ملت مقاوم در تاریخ بشریت ثبتند. حالا اگر گرفتاری داریم و مشکلات امروز ما از جلوه درست حیثیت تاریخی ملت ما جلوگیری میکند و نمیتوانیم خوب به نمایش بگذاریم، اون مسئله دیگر است. اما در آینده تاریخ در رابطه با این ملت قضاوت میشود، همون گونه که در گذشته های ما امروز قضاوت میشود در رابطه با گذشته های ما، و مردم ما را مردم سربلند و مقاوم میدانند. مسلمانان صدر اسلام به خاطر صبوریشان، بردباریشان، به خاطر مقاومتشان در برابر مشکلات، چه دوران مکه، چه دوران مدینه، چه دورانی که در شیب ابی طالب اونها را محاصره کرده بودند، 3 سال و اند چیزی برای خوردن نداشتند، اما تسلیم نشدند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند، به کم خود، به امکانات محدود خود ساختند، دست خود را پیش دشمنان و اجانب دراز نکردند، پیش مخالفین دراز نکردند، خدا به اونها عزت داد. خدا مخالفین اونها را نابود کرد، از بین برد. لذا صبر و پایداری نتیجه طبیعیش عزت است. دو تا کشوری که با هم در جنگند، دو ارتشی که با هم دیگر می جنگند، کار به حق و باطلشون هم نداریم. بعضی چیزها فرق نمی کند، اثر خود را دارد، اثر وضعی دارد. صبر و استقامت و پایداری اثر وضعیش رسیدن به پیروزی است. حتی اگر دو کشور باشند، دو ملت باشند، دو ارتش باشند که هیچ کدامشون مسلمان هم نباشند، هیچ کدامشون برای خاطر رضای خدا هم نجنگند، اون یکی که بیشتر مقاومت می کند، بیشتر استقامت دارد، بیشتر صبوری به خرج می دهد، بالاخره به عزت میرسد، به قدرت میرسد. پایداری و استقامت رمز پیروزی است. لذا قرآن کریم به مؤمنین دستور به صبر میدهد. در آیات مختلفی از قرآن کریم به شخص پیغمبر اکرم خداوند در قرآن کریم 18 مرتبه امر به صبر و استقامت کرده. در آیات مختلف از قرآن کریم 18 بار به شخص پیغمبر خداوند امر به صبر و استقامت کرده در موارد مختلف.
حالا مواردش را اگه بخوایم بحث کنیم خودش از یک صحبت مفصل بیشتر می شود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 200 خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. همه ما را خداوند امر به صبر و استقامت و پایداری می کند. ای مؤمنین صبر کنید، پایدار باشید. در آیات دیگری هست که ان الله مع الصابرین، خداوند با انسان‌های صبور است، خداوند با انسان‌های نیکوکار است، خداوند با انسان‌های با تقوا است. کسی که صبر بکند خدا هم با اوست، بالاخره حمایت می‌کند. گاهی پیغمبران خدا با مصیبت‌های مشکل متعدد مواجه می‌شدند، شکوه اونها بلند می‌شد، خداوند با اونها وحی میکرد که صبر کنید، بالاخره به پیروزی میرسید. در احادیث زیاد خداوند متعال ائمه معصومین و پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با اثرات، تأثیرات و خصوصیات صبر مطالب زیبایی بیان فرمودند. نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند لا یعدم الصبور از ظفر و ان طال به الزمان، در کتاب شریف بهار الانوار جلد 71 فرمودند آدم صبور، آدمی که اهل استقامت و پایداری هست، هیچ وقت موفقیت و کامیابی را از دست نمی دهد، بالاخره میرسد به موفقیت اگرچه زمانش طولانی بشود. نتیجه طبیعی صبر و استقامت موفقیت است، البته شاید گاهی طولانی باشد. باز فرمودن به صبری و توقع الفرج و من ید منقرع الباب یلج، با صبر، با تحمل و با استقامت است که انسان میتواند امید پیروزی را داشته باشد، امید رسیدن به فرج را داشته باشد. و فرمودند کسی که یک در را مرتب بکوبد، بالاخره اون در برویش باز میشود. شما میروید در خانه کسی را میکوبید، یک بار صدا نمیآید، دو بار جواب نمیآید، 10 بار 20 بار در میزنید، بالاخره صاحب خانه اگر هم دلش نخواسته باشه که جواب شما را بده مجبور میشه دیگه، میای جواب میده، میگه چی میخوای این همه در میزنی؟ بعد که از حال شما آگاه شد در حد توان خود همکاری خواهد کرد. بعضی از کسانی را که میخواهند از مردم کمک بگیرن دیده این جلو در ماشین های سواری موترها میاین استاده میشن، اصرار میکنن که بده، باز ماشین را میفته، باز دنبالش میدوند سر چهارراه و چراغ قرمز، باز اصرار میکنن بده. از بس اصرار میکنند که آخر کسی هم که دلش بنا نبوده، دلش نبوده که چیزی بده، بنا نداشته بده، بالاخره مجبور میشه دست خود را به جیبش میکنه یک چیزی میده. و من ید منقرع الباب، کسی که ادامه بدهد به کوبیدن یک در، یلج، بالاخره در باز میشه و داخل میشه. از همین جهت است که میگن وقتی دعا میکنین با اصرار دعا کنین، در خانه خدا را محکم بکوبین، مرتب بکوبین، بالاخره در خانه خدا بروی شما باز می شود، در رحمت الهی باز می شود. باز از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده در بهار جلد 77 فرمودن یا جبرائیل فما تفسیر الصبر، از جبرائیل علیه السلام سوال کردن صبر را به من معنا کن که چیه. جبرائیل گفت تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء، همونجور که در خوشی ها در راحتی ها صبر می کنید، در گرفتاری ها و مشکلات هم صبر کنید. و فل فاقه کما تصبر و فل عافیه، همون جوری که در وقت عافیت و داشتن امکانات فراوان و ثروتمندی راحت هستی، آسایش خودت را حفظ می کنید، در فقر و تنگدستی هم آسایش خودت را حفظ کن. این معنای صبره. نشه اگر وقتی تنگ دست بودیم سر و صدای ما عالم را بگیره.
فلا یشکو حاله عند الخلق بما یصیب من البلا. اگر کسی یک ذره مصیبتی به او رسید، با مشکلات مواجه شد، فوراً به این بگه، به اون بگه، خدای نکرده دست پیش این اون دراز بکنه، آبروی خودش را بریزه، این معنی صبر نیست، این آدم اهل استقامت نیست. نباید شکوه بکند از حال خودش پیش مردم به خاطر مشکلاتی که به او میرسد. باز نبی مکرم اسلام در بهار نقل شده جلد 71 فرمودن از صبر و سلاستون، صبر سه گونه است: صبر علی المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر علی المعصیه. اگر مصیبتی به انسان میرسد باید صبر کنیم. اگر در رابطه با اطاعت خداست، دستور آمده که نماز صبح بخوانید، ظهر نماز بخوانید. خب هوا سرد، صبح وضو گرفتن ممکنه سخت باشه، آدم خواب راحت، از خواب راحت بخواد بلند بشه برای آدم سنگینی میکنه. کسی میتواند بر شیطان نفس خودش موفق و پیروز بشه و صبح به نماز خوندن بلند بشه؟ یا مثلا برای نماز شب که اون هم دستور هست، مستحب و مؤکد هست، کسی میتونه بلند باشه که مسلط باشه بر هوای نفس خود، شیطان را زیر پای خودش بگذاره؟ اینجا صبر بر طاعت خداست، اطاعت کردن خدا هم صبر و پایداری میخواهد. صبر بر مصیبت و مشکلات هم یک نوعی از صبر است. و صبر علی المعصیه، زمینه معصیت و گناه برای کسی فراهم است، برای مرد، زن، جوان و امثال اینها زمینه معصیت های مختلف فراهم است، کسی هم نمیبینه جز خدا، اما به خاطر رضای خدا دست به معصیت نمی آلاید و خودش را حفظ می کند. اینجا صبر بر معصیت است. فرمودند صبر سه جوره. باز امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند از صبر و صبران، صبر علی ما تکره و صبر مما تحب. دو جور صبر داریم، یکی صبر در برابر اون چی که دوست نداری ضرر میکنین، مشکلات به وجود میایه، ناامنی هست، کساد بازار هست، حاصلات ما نتیجه نمیده و امثال اینها. و صبرون مما تحب و صبر مما تحب، یک چیزایی که ما دوست داریم اما به نفع ما نیست، گناه هست، معصیت هست، از اینها هم باید خیشتنداری بکنیم و خود را نگه داریم. از امیرالمومنین علی علیه السلام حدیث زیبای دیگر نقل شده که تأثیرات صبر را در این حدیث بیان کردن. فرمودن صبرک علی تجرع الغصص یظفرک بالفرس. اگر غصه ها و گرفتاری ها و مشکلات مرحله به مرحله مثل جرعه کردن آب، مثل اینکه آب کم کم جرعه نوشیده می شود، همینجور به سراغ شما می آید و شما صبر می کنید، این یکی را تحمل می کنید، باز اون یکی را تحمل می کنید، باز اون یکی را تحمل می کنید، در نتیجه یظفرک بالفرص، شما را پیروز می کند و فرصت های خوبی را در اختیار شما می گذارد اگر صبر داشته باشید. و نیز فرمودن حلاوت الظفر تمحو مرارت الصبر. وقتی که انسان صبر میکنه، البته تلخه در برابر مشکلات، سختی ها آدم صبر بکنه خیلی تلخه، اما این تلخی وقتی پایان مییابد که کام انسان با پیروزی شیرین میشود. بچه‌ای که درس میخونه، حالا یا مراحل ابتدایی یا مرحله دانشگاه درس میخونه، شبها بیدار خوابی میکشه، یا انسان دیگری به دانشگاه درس میخونه بیدار خوابی میکشه، سخته. کارگری که در هوای گرم و سرد کار میکنه، زیر برف یا زیر آفتاب، سخته. اما وقتی اینها نتیجه را میگیرن، این مزد خود را میگیره، اون یکی ساختمانش آباد میشه، اون یکی تجارتش به نتیجه میرسه، او کسی که درس خونده مدرک تحصیلی را به دست میگیره و بعدش برای خودش مدرک عایداتی میشه، موقعیتی میشه در زندگی، استاد میشه، مردم را تداوی میکنه و امثال اینها، اینا باز شیرینی داره. این شیرینی ها اون تلخی ها را فرمودند از بین میبرد.
خب حالا اگر کسی صبر کرد، آیا غیر از این نتیجه های دنیایی نتیجه اخروی هم دارد یا ندارد؟ ما گفتیم که صبر اثر وضعی داره، بخواهیم نخواهیم، مؤمن باشه، مسلمان باشه یا کافر باشه، در هر کار صبر بکنه پیروز میشه. یه اثر وضعی صبر است، اثر وضعی استقامت است. خب از لحاظ آخرتی چی؟ اگر کسی صبر بکند برای آخرتش هم منفعت دارد یا ندارد؟ احادیث در این زمینه زیاد است که میفرماید چقدر ثوابها داره که اگر انسان بفهمد برای صبر و بردباری و استقامت در برابر مشکلات و مصیبت ها چقدر خداوند به اون مقام و مرتبت میدهد، اصلا حیفش میآید که چرا این مصیبت زود تمام شد. آرزو میکرد که میکند که کاش این مصیبت ادامه میداشت که مقامات اخروی هم عالی میشد. در رابطه با مریضی ها این احادیث هست، در رابطه با چیزهای دیگر هم هست. بنده یکی دو تا حدیث میخوانم که وقت نگذرد. من ابتلا من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید، از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب کافی جلد دوم نقل شده. از جمله مؤمنین، انسانهای خالص و مخلص، اگر کسی به یک بلای به مصیبتی گرفتار شد، حالا بلا هرچی بود، خانهش آتش گرفت، مالش را دوز برد، سیر آمد، زندگیش را از بین برد، توسط زلزله نابود شدن امکاناتش و وسائلش یا اهل و عیالش، کسی از عزیزانش را از دست داد، اختطاف شد، انتحار شد و امثال اینها، این آدم صبر کرد، استقامت کرد برای رضای خدا. کان له مثل اجر الف شهید، این آدم به اندازه 1000 شهید خداوند برش اجر میده. اجر یک شهید چقدره؟ همنشین با انبیا و با اولیاء خدا میشه. شهید میگن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، نگین مرده، یعنی اینا پیش خدا رزق دارن، روزی دارن، خوشحالن، زندگی راحت دارن. به اندازه 1000 شهید خداوند برای آدمی که صبور باشه در برابر مشکلات اجر میده. پس وقتی ما صبر میکنیم در برابر مشکلات، فکر نکنیم که ما چیزی رو از دست دادیم، چه مقامات را در مقامات معنوی و اخروی به دست میاریم. این یک حدیث. دیگر در بهار جلد 67 فرمودند لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من الاجر، اگر انسان مؤمن بداند که در مصیبت ها چقدر اجر خداوند برای او ذخیره می کند، چه مزد اخروی دارد، اگر بداند. خوب گوش کنید، اگر انسان مؤمن بداند که در مصیبت ها چه مقاماتی برای او ذخیره می شود، لتمنا ان یقرض بالمقاریض، اون وقت آرزو می کنه که ای کاش مرا با قیچی ریزه ریزه کرده بودند، ای کاش بدنم پاره پاره می شد که اجرم چندین برابر میشد. مثلا به یک مصیبت مریضی که من دیدم خدا اینقدر اجر به من در نظر گرفته، به یک زخمی که در بدن من وارد شده اینجور شده، یک دست از من قطع شده یا پای قطع شده، صبر کردم خدا این همه اجر داده که حالا مقامات عجیب در آخرت دارم، هم نشین شهدا و پیغمبر خدا اینا هستم، ای کاش بدنم با قیچی بریده میشد، تکه تکه میشد، که چقدر وام صبر میکردم که چقدر اجر زیاد میشد. شاید از همین جهت است که اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا میگفتن که اگر ما در راه حمایت از شما به شهادت برسیم، بدن ما را بسوزانند، خاکستر ما را برباد دهند، بر فرض دوباره جمع بشویم، زنده بشویم، باز حاضریم در راه شما فداکاری بکنیم تا مرحله شهادت، و 100 بارم تکرار بشه باز این کار را خواهیم کرد، چون اون مقامات اخروی را میدانستند که به کجا خواهند رسید. خلاصه ارزم، یکی از راه‌های رسیدن به عزت برای فرد، برای جامعه، برای خانواده، برای ملت، برای یک کشور، صبر و استقامت در مقابل نابسامانی ها و مشکلات مختلف است که در زندگی برای افراد یا جوامع و کشورها به وجود می آید.
هر جامعه و کشوری که صبر بکنه، استقامت بکنه، به عزت و قدرت میرسه. اما اگر صبر را از دست داد، عزتش پایمال میکند. خداوند به محمد و آل محمد برای همه ما صبر و بردباری و استقامت در برابر نابسامانی ها بیش از گذشته عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين سيما ابن عمه علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واجتناب معصيته، وأحذركم الدنيا والاغترار بها. همه خواهران و برادران عزیز نمازگزار و خودم را بر آیت تقوای الهی در تمامی مسائل زندگی توصیه می کنم. امیدوارم خداوند متعال محبت مفرط دنیا را از دل همه ما بیرون بیاورد. مناسبت هاییست که در حد که فرصت اجازه می دهد خدمت شما به عرض برسانم. هفته گذشته سه‌شنبه مناسبت میلاد با برکت امام جواد علیه السلام را داشتیم در سال 195 هجری که ایشان جوانترین امامی بودند که به امامت رسیدند و جوانترین امامی بودند که به شهادت رسیدند. 25 سال عمر مبارکشان بیشتر نشد. بنده این میلاد مبارک را و همچنین سال روز میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که 13 رجب هست به محضر قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام و همه مسلمان های جهان و به ویژه شما مؤمنین نمازگزار صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم. در رابطه با امام جواد علیه السلام مطالب مختلفی هست که فرصت نیست عرض بکنم، فقط اشاره می کنم. خوب است که عزیزان ما به ویژه جوانان در رابطه با زندگی امام جواد و در رابطه با ابعاد مختلف اون حضرت مطالعه بکنند و گاهی ممکن است بعضی ها شکهای را کوشش کنند در دل جوانها و کسانی که کمتر اطلاعات دینی دارند القا بکنند که چگونه ممکن است یک کسی با سنین کم به مقام امامت برسد و بتواند از عهده رهبری معنوی جامعه بر بیاید.
نمونه این رو ما در رابطه با پیغمبران خدا هم داریم، در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام هم داریم. اگر خدا بخواهد هر چیزی ممکن و میسر است. حضرت عیسی علیه السلام در گهواره بودند، روز اول ولادتشون یا روز دوم و سوم بود که مردم آمدن از حضرت مریم سوال کردن که یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا فاشارت الی. از او حضرت سوال کردن که این فرزند رو از کجا آوردی، اشاره کرد به حضرت عیسی که از این سوال بکنید. گفتن ما را مسخره میکنی. قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا. گفتن ما با بچه که در گهواره صحبت بکنیم مگه ممکنه؟ حضرت عیسی علیه السلام به زبان آمد، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلاة و زکات مادم تو حیا و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. او حضرت در گهواره زبانش باز شد، گفت اینی عبدالله، من بنده خدایم، آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، من پیغمبرم. یعنی در گهواره پیغمبر خدا بود. چرا؟ پیغمبر مردم را هدایت می کند. عیسی در گهواره موجب هدایت مردم شد، پس اونجا پیغمبره. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، خدا مرا پیغمبر قرار داده، همون گهواره بود. و جعلنی مبارکا، مرا با برکت قرار داده هر جا باشم. و اوصانی به صلاة و زکات مادم تو حیا، مرا به نماز و زکات و نیکیه به والدم به والدم خداوند سفارش کرده. وقتی عیسی بتواند در یک دروزگی پیغمبر خدا باشد، آیا کسی نمیتواند به اذن خداوند متعال در 4-5 سالگی 7 سالگی امام باشد و پیشوای دینی مردم باشد؟ چرا مبصر است. این شبه ها را گاهی کسانی القا می کنند و کسانی قبول می کنند که از اطلاعات دینی بی بهره اند. ما باید اطلاعات دینی خود را بیشتر کنیم که تحت تأثیر این شبهات قرار نگیریم. نکته بعدی، ولادت حضرت علی علیه السلام در 13 رجب 23 سال قبل از هجرت، اون حضرت متولد شد و تولد امیرالمومنین علی علیه السلام یک تولد استثنایی است. فاطمه بنت اسد آمد دیوار کعبه شکافته شد، اون حضرت وارد کعبه شد، همه مردم تعجب کردند، هر چه خواستن در کعبه را باز کنند میسر نشد. 3 روز بعد فاطمه بنت اسد از همون جا که روبروی در کعبه میشه، اون پشتش شکافش میگفتن تا چند سال قبل دیده میشده، بعد که سنگکاری ها را ترمیم کردن دیگه اون حالت از بین رفته، از همونجا دوباره شکافته شد، بیرون آمد در حالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام روی بغلش بود. یک فرزند استثنایی خداوند داده، در کعبه باید تولد شود تا به دستور رسول خدا بت‌هایی را که در کعبه است باید بعد از فتح مکه سرنگون کند و از بین ببرد. گفت در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید، نازم به حسن مطلع و حسن ختام او. امیرالمومنین علیه السلام مایه افتخار عالم اسلام است، کسی است که در دامان پیغمبر اکرم تربیت شده، در کنار پیغمبر خوابیده، در آغوش پیغمبر میخوابید و بزرگ شد، خوی و خواستش را همه از پیغمبر گرفت. موفق ترین شاگرد پیغمبر خدا بود که هیچ کس در بین شاگردان و اصحاب به مقام امیرالمؤمنین علی علیه السلام نرسید. از این حضرت حالا فرصت نیست زیاد صحبت کنم در رابطه با امیرالمؤمنین، فقط این نکته را عرض کنم که ما مسلمان ها قدر خیلی چیزها را ندانستیم متاسفانه. یکی از چیزهایی که قدرتش را نفهمیدیم و ندانستیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. همه مسلمان ها را عرض می کنم، شیعه و سنی هم ندارد، ما شیعیان هم اونگونه که باید و شاید علی را نشناختیم و قدر علی را ندانستیم. مولانا می گوید تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیر برو بگزیده ای.
اگر در روشنایی علم و فهم و درایت و تحقیق علی را ببینیم، اون وقت علی را خوب میشناسیم. بعضی از غیر مسلمان ها که در رابطه با امیرالمومنین علی علیه السلام تحقیق کردن، نمیخواهم بگویم بهتر از مسلمان ها شناختن، میخواهم بگویم ابعاد و زوایای بسیار جالبی از زندگی امیرالمومنین را برجسته ساختن و شخصیت عظیم امیرالمومنین اونها را به اعجاب واداشته، خود را در مقابل کوههای از عظمت و اخلاق و انسانیت و شرافت و عزت و شجاعت و مناعت طبع و علم و عمل دیدند. جرجرداغ مسیحی یکی از اینهاست، کتاب نوشت مسیحی است این آدم، از لبنان است، کتاب نوشت الامام علی صوت العدالت الانسانیه. در بین همه ابعاد زندگی، 8 جلد این کتابش البته زیاده، در بین همه ابعاد زندگی بیشتر به عدالت علی توجه کرده. صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسان هاست. خوب است که ما این کتاب ها را بخوانیم، در رابطه با امیرالمومنین بیشتر مطالعه بکنیم. یک حدیث از علی نقل بکنم که متناسب است با زبان ما، با زمان ما. می فرماید اغزو تورسو ابناءکم مجدا، مردم مقابله بکنید با مشکلات، با نابسامانی ها، با کسانی که به دین شما تهاجم می کنند، کسانی که به کشور شما تهاجم می کنند. تسلیم زورمندان نشوید، اغزو بجنگید در برابر زورمندان. تورسو ابناءکم مجدا، به فرزندان خود مجد و عظمت به یادگار بگذارید. باز می فرماید الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. شما فکر نکنید اگر زنده بودید شما حتما موفق هستید. نه، زندگی و مرگ حقیقی در این است که آیا شما پیروز هستید یا نیستید. اگر بتوانید یک ملت سربلند باشید، ملت آزاده و آگاه باشید، ولو کشته بشوید و از بین بروید، شما در حقیقت زنده هستید. اگر نه، خدای نکرده عزت فردی و اجتماعی خود را از دست دادید، تحسری خور بودید، دیگران بر شما مسلط بودند، ولو زنده باشید در حقیقت مرده هستید. الموت فی حیاتکم مقهورین، شما اگر زیر سلطه دیگران زندگی بکنید مرده هستید، ولو زنده باشید، ولو نان بخورید و آب بخورید و راه بروید، اما مرده اید. والحیات فی موتکم، زندگی حقیقی در مرگ شماست، اما کی؟ قاهرین، اگر شما غلبه بکنید و پیروز باشید و از دست دشمنان بتوانید خود را نجات بدهید. اینا خیلی هدایتگر و روح بخش است برای جوامع اسلامی و حتی انسانی. سال روز ولادت اون حضرت را نیز خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. این سرمایه بزرگ عالم اسلام و انسانیت را همه ما باید غنیمت بدانیم و استفاده بکنیم. نکته بعد حادثه تروریستی مسجد نبی اکرم است که باز مردم ما را داغدار کرد. 2 نفر از عزیزان در این حادثه به شهادت رسیدن. البته استثنایی که در این مسئله وجود داشت این بود که هر 2 تروریست قبل از اینکه موفق به انفجار خود بشوند به جهنم واصل شدند. این از برکت بیداری مردم ماست. اول از برکت لطف خداست، عنایت الهی است. دوم از برکت بیداری مردم ماست، آگاهی مردم ماست. از برکت شجاعت مردم ماست که اون 2 نفر 3 نفری که اونجا بودن توانستن هر 2 را از پای در بیاورن قبل از اینکه اینها به عمل جنایتکارانه خود موفق بشوند. و اگر 150 180 نفری که اونجا بودن شاید همه به شهادت میرسیدن. هنوز به مسجد، داخل خانه مسجد وارد نشدن، اینها را از بین بردن. این یک پیامش این است که برادرها اگر ما بیدار باشیم، اگر چشم ما بیدار باشد، فکر ما فعال باشد، در صحنه حضور داشته باشیم و شجاعت به خرج بدهیم، دشمن هر چه جنایتکار باشه، حتی اگر داعش هم باشه، هیچ غلطی کرده نمیتواند. دیگه امروز از داعش جنایتکارتر دشمنی وجود ندارد. همین دشمن جنایتکار هم میبینیم که غلطی کرده نمیتواند. او یکی 2 نفر هم که کشته شدن با تیراندازی اینها کشته شدن، با انفجار کشته نشدن، روحشون شاد
خداوند مقام اونها را متعالی کند، خداوند با بازماندگانشان صبر بدهد. اونها رفتن به بهشت، بهترین شهادت با وضوع و با طهارت و بعد از نماز در مسجد. از این دیگه برای انسان مؤمن بهترم میسر نمی شود. اما اگر ما استقامت داشته باشیم، اینها در هیچ مسجدی و در هیچ عبادتگاهی نمی توانند این جنایت را بکنند. باید بیدار باشیم، باید مساجد خود را حفظ بکنیم. مسجد ما سنگر ماست. به جای اینکه مسجدها را کم رنگ بکنیم، حفاظت از مسجدها را پر رنگ بکنیم. و مردم ما نشون دادن که نترسن، الحمدلله. او روزی که انتحار شد، روز بعدش نمازگزارا بیشتر بودن از روز قبل، تعدادشون به مراتب بیشتر بود. این نشان میدهد ایمان و استقامت مردم ما را. و با این ایمان و استقامت انشاءالله ما به پیروزی نهایی میشویم و بساط میرسیم و بساط داعشیان به لطف خداوند متعال از این کشور جمع خواهد شد. نکته بعدی در این رابطه این است که دولت باید این تروریست ها را شناسایی بکند. نیروهای امنیتی باید وظیفه خود را بیشتر و بهتر عمل بکنند. خطابم در این نکته به نیروهای امنیت و دولت است. میشنوند این صحبت های ما را، گوش میکنند. ما خبر داریم که شما از آمدن تروریست ها به هرات خبر داشتید. یک روز قبل از نوروز این دو تروریست توسط یک نفر با یک موتر، هدفشون این بوده که در روز نوروز یک جنایتی را به وجود بیارن که موفق نشده بودند. خب باید نیروهای امنیتی گزارش بدن، خبر بدن، پیگیری بکنن. متاسفانه کمکاری وجود دارد در این رابطه، به هیچ کسی گزارش ندادن. آن هم که این جنایت اتفاق افتاده، ما مصرانه میخواهیم که دولت، ریاست امنیت ملی، باید و باید این فردی که باقی مونده چهرهش مشخصه، فقط کشته شده، با مواد انفجاری از بین رفت، این را شناسایی بکنند. یا از آسمان که نبوده، از همین شندن هراته. شناسایی بکنند از کدام فامیله، از کدام مجموعه، به کیا ارتباط داره، کیا این را به هرات آوردن، که ریشه اینها باید خشکانده بشود به امید خداوند متعال. حتما در این زمینه ما خواهان پیگیری قضیه هستیم و باید دولت در این زمینه پاسخگو باشد. مسئله بعدی آغاز سال تعلیمی جدید است. ما در حال حاضر 950 هزار دانش آموز داریم در ولایت هرات. اما متاسفانه هم با کمبود معلم، هم با پایین بودن سطح سواد معلمین، هم با کمبود کتاب، خیلی از شاگردان هستن کتاب ندارن، بی کتاب هم میشه درس خوند، هم با کمبود مکتب، بعضی هستن زیر درخت ها، زیر دیوارها، به سایه دیوار درس میخونن، روی زمین نشستن، با اینها نمیشود کار کرد. آموزش و پرورش، تعلیم و تربیه مهمترین بخش یک کشور است. دولت باید بودجه بیشتر اختصاص بدهد. به جای بودجه هایی که به بعضی از بخش های دیگر اختصاص داده میشه، این بودجه ها را باید به تعلیم و تربیه اختصاص بدن و سطح تعلیم را ارتقا بدهند. هر چه تعلیمات ما بیشتر و گسترده تر بشه، امنیت هم در این کشور بیشتر خواهد شد. اگر دنبال صلحند، به جای اینکه به شورای صلح پول خرج بکنیم، ما باید به تعلیم و تربیت بیشتر پول خرج بکنیم. و مردم هم باید کمک کنند، زمین بدهند، کمک بکنند برای مکتب سازی. این باقیات و صالحات است که انشاءالله به درد مردم ما بخورد. مطلب بعدی این که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم فدریکا موگرینی، از طرح صلح رئیس جمهور غری با طالبان حمایت کرده. ولی عهد عربستان هم گفته که مناطق امن را به طالبان در نظر میگیرند. ما خوشیم که از طرح صلح حمایت کنند، به صلح باید برسند. اما اینکه مناطق امن را به طالبان بدهند، یعنی چند جا را، چند ولایت را، یک ولایت، چند ولایت را امن کنند و به اختیار اونها بگذارند، با این مخالفیم. برای هیچ جنایتکاری، برای هیچ مجموعه، هر کی میخواهد باشد، این امتیاز را نباید قائل شد که به پاس ضررهایی که به کشور ما زدن، قتل عامهایی که از مردم ما کردن، بعد برای اونها جایزه هم بدهیم. نه، اگر میخواهند به صلح بپیوندن، بیان مثل بقیه مردم در کنار مردم افغانستان زندگی بکنن. یمنی ها هم در این هفته 7 موشک به عربستان سعودی روانه کردند. ما خوش نیستیم، نه به موشک زدن اونها، نه به قتل عام و بمباران عربستان سعودی که مردم یمن را میکشد. ولی عرض میکنم که نتیجه عمل دولت عربستان سعودی همین است. این همه داد کشیدند که عربستان سعودی باید خودداری بکند. متاسفانه مرتب بمبارون میکند مردم را. بالاخره
اون مردم هم حق مقابله دارند و باید بفهمند که یک روز اینها قدرتمند میشوند و امنیت رهبران و زعمای سعودی را هم ممکن است که به خطر بیاندازند. اگر سعودی ها میخواهند راحت باشند، باید به برادران یمنی خود رحم کنند و به جنگ خاتمه بدهند. آخرین نکته، اعتکاف هم از امشب در مساجد و از جمله در مسجد جامع صادقیه شروع می شود. هر که ثبت نام نکرده فرصت دارد تا شب می توانند انشاءالله ثبت نام کنند. خدایا همه ما را عاقبت به خیر بفرما و از برکات این ماه مبارک بهرمند گردان و برکت ولادت های متبرکی که در این ماه هست همه خوبی ها را برای مردم ما مقدر فرما، گرفتاری ها را برطرف گردان، ظهور امام زمان علیه السلام و امنیت را ایدی مردم ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله.